بندازیمش توی زیر زمین. گم شدت رو برات آوردم، صحیح و سالم. داستان یحیی متاسفم که تلخه، ولی چاره ای نیست. سید عرفان، باران خانم، با یحیی اومدن خواستگاری. خبرایه، انگار کبوتر داره میره. داره تو دریا دنبال آب میگرده. چیه احمقه؟ وفا، این سنگوشتر به نظر من و خیلی از مردم بسیار با ارزشه و خیلی دلشون میخواد که اونها رو داشته باشند. به نظر من و باران، یحیی اولین کسیه که میتونه این انگشتر رو داشته باشه. و وقتی هم که یحیی رو با تیر زدن، اون با پایین بود. خودم دیدمش. رفتی یحیی نفشی دبر کرد، حد که حرمت کردی. حالا نشستی داری گریه میکنی، ستمکاری و گریه، گرگ و ملاتفت. یحیی نابود، یعنی حتی اگه من هم نخواب اون نابود. دشمنم، همدردم، دوتا با هم چی کار دارم؟ یعنی اینم یادگاری که میخواستی تو ابد پیش که هر غلطی کرد تو ما رو ببر زیر یحیی. عجب پیشونی نوشتی داریم ما. داغ بد نومی خورده به نوترمون، هیچ چاره ای هم نهاریم. حکایت تو حکایت فرنگیز نیست، حکایت اون خنجره که هر روز بیشتر بیرون کشیده میشه.
یعنی چی؟ این کارا چیه؟ درس و کتاب کو؟ زندگی کو؟ خاموشی که چاره کار نیست. مگه شما پدرتون رو نمیشناسین؟ مگه بچه های اون پدر نیستین؟ نمیتونیم ماما، نمیشه. دست و دلمون به کار نمیره، ما نگران پدری. منم ناراحتم، منم نگرانم. اون وقت شما نشستین اینجا برای پدرتون عزا گرفتین؟ ما فقط شمع روشن کرده بودیم و به پدر فکر میکردیم. تصویر بابا یه لحظه هم از جلوی چشمامون دور نمیشه. پدرتون درسته الان هر جا که هست وضعیتش خطرناکه، ولی اگه بفهمه شما دوتا مدتی درس و بوسیدین و گذاشتین کنار بیشتر زجر میکشه. شما ها که میدونین اون چقدر روی درس حساسه. میخوایم درس بخونیم، اما چه جوری؟ این یا اینا هر کی هستن از مرده ها نمیگذرن، چه برسه به زنده ها. دیدین مامان با جسد یحیی چی کار کردن؟ سلام. خونه محمد رو پلیس داره 24 ساعت میپاد. موزارو خوب بررسی کن، یه طرح مناسب با وضعیت فعلی بریز. فقط سر رشته اوضاعات دستتون در نره، فهمیدی؟ حتما ارباب، خیالت راحت. امری که دادین به بهترین شکل انجام میشه. چیزی که تو این دنیا فراوونه قربان انگشتریه. تو خری فراد، تو فقط بعضی چیزا رو میفهمی، خیلی چیزا رو نمیفهمی، یا کلا خودتو میزنی به نفهمی. ببخشید ارباب، من چه چیزی رو میفهمم؟ این که مثل کرکس نشستی تو این خونه تا من بمیرم. سگ خون من بمیرم مالتو، مالت بهت بر میگرده. شما خوب میدونید که این خونه خودش هیچ ارزشی برای من نداره. آره میدونم، هزار ساله که فرنگیسا چکار کردی تو اون بانکه، میخوای پهلوش بمیری. شانس آوردی که من این خونه رو خریدم، اصلا شانس آوردی که قد فرنگیس عمدی شناخته نشد، شانس آوردی که خانواده فرنگیس پولکه بودن. این خونه رو خریدم تا تو پول خونش بدی. تو هم که هاونگ خون بودی. آره، ازتون ممنونم که گذاشتید کنار مزار همسرم باشم. گفتم که یه عمر نوکریتونو میکنم. اگه تنها فقط حکایت همین مزار باشه.
نمیدونم چی تو سرته، ولی از چشمات داره کی نمیزه. من تنها همین کارو برات کردم. میدونم، میدونم این خونه رو دوست داری. تو به من شک کردی، ولی زهر تو فرنگیز باشید. فرهاد، 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 من و تو هر کدوم برای خودمون جهنمی درست کردی. دوباره سرکار، روز از نو، روزی از نو. این حرفا رو قدیم ندیما صد بار از من پرسیدین و من صد بار جوابتون رو دادم. از قصه تکراری خوشتون میاد؟ خب حتما من خوب سوال نکردم که شما خوب جواب بدین. اونا همه بی‌خاصیت بوده. درسته. گرگین دشمن محمد بود. اکبر هم همینطور. گرگین به خاطر ماه منظر که باعث مرگ بچهش محمد میدونست، محمد هم به خاطر سارا با اکبر مکافات داشت. تازه اگه مراد جلوی وفا رو نگرفته بود، اونم میتونست باعث مکافات و مصیبت بشه. پس برای همین میخواستن محمد خراب کنه. محمدی که واله و شیده یحیی بود و قاتل نشون داد. وگرنه یحیی آدمی نبود که کسی دوستش نداشته باشه. خدا بیاموزش. گرگین دنبال کینه و انتقام بود. کشتن محمد اونو انگشت نما میکرد، وگرنه همون اول محمدو میکشت. اکبرم میخواست محمد و وفا رو از میدون بدر کنه تا خودش به سارا برسه. این وسط خطر محمد از همه بیشتر بود، مخصوصا وقتی که محمد از شمال برگشت و برای خودش کسی بود، مردی شده بود. معلوم بود این وسط هر کس از بین این سه نفر انگشت روی محمد میگذاشت. به نظر شما گرگین و اکبر قاتل یحیی بودن؟ نمیدونم والله، اینو شما باید بگین. ولی فقط میتونسته کار گرگین، اکبر یا وفا باشه. غیر از اینو کسی از این کشتن سودی نمیبرد. عقل و احساسم یه کار وفا نیست. مدرکی هم اگه وفا یحیی رو کشته باشه، پس محمد الان اسیر کیه؟ دست اجنه. اینم حرفیه والا. خب والا از اختلاف دو قلوها با گرگین بگین، اصلا با هم بریم جلو. چی بگم جناب پوینده؟ که خشت خشت این خونه رو قصه بنا شده. انگار معمارش نقال قهوه خونه بوده. ریساخان طلبشو نقد کرده، الان کرور کرور طلا و جواهر تو مغازشه. تا میاد پول و جواهرها رو جابجا کنه، باز قال قضیه کنده بشه. آخر عاقبت چه فکرش کردی؟ من گرگ این کارم، همش که آدم بعد شانسی نمیاره. شانس یه بار در خونه آدمو میزنه بابو جون. با این پول و جواهرات هممون راحت زندگی میکنیم. یه عمر بخور و بخواب.
اینجوری هم تو به سارا میرسی، همون داداشت با اون سر و زبونش به یه نوایی میرسه، همون بابات بعد یه عمری راحت زندگی میکنه. وسا پس همه چی آماده است؟ ماشین پاشی همه جوره، مالو از شهر میبریم بیرون، اسقر راننده است اما هیچی نمیدونه، ندونه بهتره، با یه سیلی همه رو لو میده. میگم موسا این پوینده رو چیکار کنیم که فعلا میخمه شده؟ بعد مرگ یحیی ول کنه مانی بهتر، باز حواسمون باشه، فعلا پوینده حواسش به قتل یحیی است، فکرش دنبال دوزی مانی. اسقر و بابا ننت هم نفهمن، مامان اشرفت پدر همه رو در میاره. با این پسر وفا هم حرف بزن، ببین اگه میاد اونم بیارش. دم اوجه باش تا آقات بیاد، بعد برو. رو چشم. آدم گدا و این همه ادا. این بچه ها رو کجا فرستادی؟ ای بابا صد بار گفتم گرگین اونا رو نمیدونم میخواد کجا بفرسته که برن فرش بیارن، یه چند روزه نیستن. خوبه؟ چرا هر دوتا رو برد؟ لابد وفا هم هست، یعنی هر سه نفری رفتن فرش بیارن. اینا شدن اندازه شطور، هنوز باید از گرگین فرمون ببرن؟ چقدر نت میزنی زن؟ خب اسقر راننده است، اکبرم همراشه، بارشونم که سخت و سنگینه، حتما وفاهم رفته کمکشون. خدا به خیر کنه، من از عاقبت کار تو و این گرگین میترسم، آخرش به خاطر یه لقمه نون من و این بچه ها رو خاک به سر میکنی. خسرو آخر این کارا حسرته، حسرت. آدم با گرگ رفیق نمیشه، گوسفند با گرگ سفر نمیکنه. شما نگران نباشین آقا جون، من پس خودم برمیام. از این خونه بیرون نمیری، تو هنوز بی پدر نشدی. خب پیرمرد، پدر من، تو که با این چوب نمیتونی جلوی منو بگیری. وفا تو رو به ارواح خاک مادرت نرو، بمون. اینقدر این پیرمرد رو اذیت نکن، من ته این راهو میشناسم.
گوش کن، نرو. پس من کی میتونم از خودم تصمیم بگیرم آقا جون؟ خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، بس من چه غلطی باید بکنم؟ تو چرا پیاده شدی؟ خب منم میام کمک. وفا که نیومده. خب لابد مراد نذاشته. ننم نداره که بگیم بچه ننه. نیومده که نیومده. به درک. تو راننده ای اسفه. از طرفی بقیه ای را ماشین رو نی. بعدشم ممکنه ماشین رو بدوز. باشه بیخیالش. همش برو پس میزنم. مارمولکا پس کجا؟ این بابو رو گذاشتم ماشین رو به پاد؟ همه رفته خوبه، ولی اینا چقدر سرتقن اوستا، هنون نرفتن که. یکم حوصله کن پسر، قد کشیدی اندازه چنار، اما دلت دل گنجشکه. وا ما فقط گفتیم اینا چقدر کنن ها، همین. تو برو، من امشب همینجا میخوابم. امشب صلاح نیست شما را تنها بذارم. یک عمره از این پولا اینجا اومده و رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده. تازش هم کی میدونه امشب اینجا چه خبره. پس میخوای من میمونم، شما بری خونه استراحت کنی، خسته ای. برو، تو تازه عروس داری، منه که میبینی کسی چشم به راهم نیست. خیلی خوب، خداحافظ. آکه این که نرفته که. برنامه خراب شد. اون با من یه دنباله، این فرصت نمیشه دستا. ببینم میخوای چی کارش کنی؟ فوزولی، ما به این پول احتیاج داریم.
کی؟ داد ویدا اوستا شناختمو کارمو زار شد پرمانه کار ایسا خان زار شد حدزاده هر لقمه اوستا چی کار داری کنی؟ بلش کن بنداز گوری رو دمه در کشیک بده این که بد شد آخه چرا کشتیش؟ من نازش میکردم برو دیده بودم له چرا باستادی؟ چرا خوش کرد زده بیا بریم دیگه اوستا قراره رو این نبود آخه چرا این کار کردی؟ حرف زیادی نزن شد دیگه به خدا بدبخش شدی شما بریم من فردا میام فردا یه سری به حجه بزنم بهتر دست چرا خونیه؟ چیزی نیست خورده به در خونه مردم پول قرض کردنه دیگه خرید پول میخواد پولم باز قرض کرد برو باشه بازم خرابکاری جناب گردی از اول مدرک رو بگیرم بعدش میام سراغ خودت این مردی که آدم بشو نیست که نیست داره دنبال ما میاد خیلی وقت ما میاد اینکه ماشین پوینده هست توم برو بازشو بگی برای چی؟ این پول امانت مردم دستمون ما چه میدونیم این کیه؟ سفشی با این با پولیسه نیگه میدارم احمق نشو دیگه دیر شده شاید فکر کنم ما دوزیم این همه پولی که چیکار میکنه ها؟ ما که دوز نیستی چجوری ثابت کنی؟ باورشون نمیشه این همه پول دست ما گد و گشنه خب شک بیاره دیگه کاری نداره گرگین شادت میده شاید خودش دزدیده باشه ما چه میدونی؟ من سر کوچه وایسون دیدی که دستش خونی بود آره پسر من چقدر خرم داشتی گازشو بگی که بدبخ شدی یا قمر بنی هاشم
تو برو. ای گرگین نامرد، مگه دستم بهت نرسه؟ این چرا اینجوری رانندگی میکنه؟ ترسیدن؟ اصلا مواظب باش. چی کار میکنی اصلا؟ مواظب باش اصلا. اصلا مواظب باش. نامه پولا کجاست؟ چی شد؟ گرچه دیگه فرقی هم نمی کنه. پولا سوخت. این اکمن به درک سوخت. کاش تو هم می سوختی بلبل بی خاصیت. خودت بسوزی. گرگین حرفی نزد، فقط قتل عیسی خان گردنشو گرفت. اصغر بدبختم که از هیچی خبر نداشت. گرگین به مرگ یحیی هیچ اشاره نکرد. شاید میخواست برای همیشه محمد و متهم نگه داره. گرگینو چطوری کشتن؟ حرف آخرش ملاقات مزار بچهش ماه منظر بود. ماه منظر؟ قاضی هم قبول کرد. All right.
نفهمیدم چطوری زندگی کردم، اما فهمیدم داغ تو چطوری منو سوزون. حالا نظر شکل تو ببینم بابا، قشنگم ندیدم چجوری راه افتادی، چجوری حرف زدی. میگن دختر بچه زبون شیرینی داره، عین قند. نفهمیدم تقصیر کی بود که افتادی تو چاه، وگرنه آه منظر تو یه بار افتادی تو چاه، ولی من یه افتاد چاه بودم. همیشه میخواستم خوشبختت کنم، اما نمیدونم چرا باختم. چرا؟ چرا؟ چرا خدا؟ خدا! خدا! بگو گرگین، حرف بزن، میخوای حقیقت رو با خودت به گور ببری؟ سبکتر برو. حقیقت؟ حقیقت چیه پوینده؟ یحیی، اکبر، عیساخان. پس چرا الان اینجا؟ دارم کفاره میدم. حرف نزدی، با سند محکوم شدی. اکبر و عیساخان که خیلی معلوم بود، یحیی رو دادی کی کشت؟ اکبر و عیسی که هیچی، اما قبول کردن قتل یحیی ننگ خوبی نی. گمون نکنم کسی گردن بگیره واسه اعدام من، همون خون عیسی بسه. بس نی؟ چرا بسه؟ اگه قرار باشه آدم قانون با هر تهدیدی عقب نشینی کنه،
اون وقت دنیا خیلی بدتر از اینی که هست میشه. آدم نفر مقابل به فرمان من آتش. مرگ انسان خیلی دردناکه. من که حتی وقتی مرگ یه انسان قاتلم میبینم دلم براش میسوزه. بعد از اعدام گرگین و سوختن اکبر و قتل یحیی و این ماجراها، آتیشی توی این خونه افتاد که نگو. دیدی آخرش چی شد؟ دیدی گفتم بار کج به مقصد نمیرسه؟ دیدی با بچه‌ام چی کردی؟ صحبات گرگین رو دیدی؟ هیچ وقت نذاشتی بچه هام درست زندگی کنن؟ بچه های من هم میتونستن مثل بچه های نازنین بشن. تو روشون رو از دنیا برگردوندی. حالا بلرز، حالا بلرز، دهنت قفل بشه. من اونقدر که با گریده یه دار دیگه بازه. تو این وضعیت این بابای بدبخت تو برای کی میذاری و میدی؟ اقلا وایسا مادرتو خاک کن. حالا که ننم مرده، اکبرم مرده، بابام که کمتر از مرده نیست، اینجا موندن نداره. بمون اصغر، بمون، خدا بزرگه. مصیبت برای همه هست، دنیا اینجوری نمیمونه. آره خدا بزرگ. آره خدا بزرگ. آره
بیفایده است جوان، بیفایده است. سید آخه این کجا رفت؟ جلوشو بگیرید تو رو خدا. در زیر این آسمون کبود راهی برای گریز وجود نداره، بی انتهاست، بی انتها. پس این بدبخت چی میشه؟ اونم برای خودش خدایی داره. اصغر ول کرد و رفت. هیچ کس فکر نمی کرد اون اینقدر بی‌معرفت باشه. اصغر الان کجاست؟ رفت که رفت، هیچ کی ازش خبر نداره. خیلی خوشگله. چیه؟ بی‌انگشتر شدی؟ ولی انگوشتر تو رو برای خودم نمیخوام، برای کسی میخوام که تو رو خیلی دوست داره، برای کسی که از میونه خیلی ها تو رو انتخاب کرده. برای سارا؟ اون حتما دلش برای تو تنگ شده. نه، این انصاف نیست. نه ترس آقا محمد، این آقای با دکتره، کاری میکنه که زیاد اذیت نشی. خونش زود بند میاد، هم خون سینت هم خون انگوشتت. آخه تو اینجا امونتی؟ نه برم کنید. نه این کارو نکنید. آروم باش، این کارو نکن، این کارو نکن. نامرد، چرا این کارو کردی؟ سارا اینجوری اذیت میشه، اون تحمل رنج منو نداره.